از طریق خط اسکایپ مهماندار هستیم. مهمان خیلی عزیز با ما هست در برنامه، خانم ریتا انوری، فعال اجتماعی و سیاسی از استرالیا با ما در خط اسکایپ هستن و همراهشان صحبت های خواهد داشتیم. بله خانم انوری، سلام. سلام به شما و بینندگان تیم بی. یک همچنان خدا کنه صبح خوش و دوستان که تماشا میکنن صبح خوش برای ما داشته باشن. سلامت باشین، شما خوب هستین انشالله؟ قربانتان، تشکر. بسیار خوب. سرایا جان؟ بله، من هم خوش آمد میگم به خانم انوری، امیدوارم خوب باشن. از یک کشور بسیار دور، از جای دور با ما وصل شده، ولی کوشش میکنیم در این برنامه نزدیکتر باشه بر ما و در افغانستان در کنار هموطنای عزیزشان. در اول خانم انوری، از فعالیت های خودتان اگر کمی برامای بگوین که در استرالیا مصروف چی کاربار هستن، آیا مصروفیتتان تنها در کارهای خانه است یا در کارهای حکومت داریشان و بیرونی در قسمت اجتماعی هم فعال هستید؟ تشکر نازنین و همچنان از اینکه ما امروز دعوت کردین به پروگرامتان، یک جان ممنون. دوستایی که فعلا در کابل هستن و اوضاع کابل بیدیم بسیار سرد هستن، خدا کنه که یک تایم خوش گرم ما داشته باشن. من در استرالیا تقریبا 28 سال میشه که زندگی میکنم. من به سن خورد و اینجا به استرالیا تشریف آوردیم و تحصیلات ما در استرالیا به پایان کوالیفای شدیم استرالیا در اینجا و همچنان کارهای رسمی ما کارهای است که در تقریبا 10 سال میشه که همراهی از فعالان مدنی کار میکنم و همچنان تقریبا 5 سال میشه که همراهی خود گورنمنت استرالیا و فعلا 1 سال میشه که همراهی فدرال گورنمنت استرالیا کار میکنم و همچنان یک فدایی برای خانمای افغان همچنان هستم. بسیار خوب، بسیار عالی، جای افتخار هست. من خوشحال هستم که با عنوان قهرمان افغان ما در هر گوشه و کنار که باشه مثل بذر میروین و سبز میکنه همه جاره. بر ما خانم انوری عزیز بگوین که در استرالیا در حکومتش چقدر نقش زنا و بانوان هست؟ آیا تفاوت‌های حکومتی بسیار زیاد در میان افغانستان و استرالیا است؟ طبعا ما این به حساب هیچ وقت مقایسه کرده نمیتونیم چون استرالیا یک مملکت از the first level of country گفته میشه و افغانستان بدبختانه تا بالا در لول سیوم هستک، سیوم چهارم هستک و خانمای ما به هر لحظه که به حساب زندگی میکنن به یک فیل به یک تحت زندگی میکنن، اگرچه که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار فعلا رایت بر خانما دادن، ما بوین سایبای بلند داریم و امبسدارای بلند داریم و همچنان وکیلا داریم در پارلمان، قشر زیادشان هستک و خانمای فعال مدنی و به حساب در هر قشر کار میکنن، اما بازم مرد سالار ایستک و به حساب بعضی وظیفه‌ای که پیش میبرن درست است، وظیفه‌ای به حساب کیرو مدل هستن اما تر پاور استیبل ندارن که به حساب از نمایندگی شخصی خود از یک خانم داشته باشن، پاور یک کس دیگه داره که اونا به حساب اکسم وایز هستن. اما خوشبخت هستیم که از 19 سال پیشتر یا 20 سال پیشتر دوران سیاهی که در افغانستان بوده است و از یک تفاوت خاص است، چون در اون دوران اصلا یک خانم حق نداشت که در سرک یا بازار به قسم تنها بدون محرم به حساب یک پسرشان یک کس برن، اما فعلا ما خانمای قهرمان داریم مثل شما دخترای قهرمان که میاد به پرده تلویزیون هستین و من به سیستم استرالیا طبعا مملکت فرست لول کانتری است به حساب رایت زیادتر دارن و کدام تفاوت بین مرد و زن نیست اونجا و در هر حالت صدایشان شنیده میشه که به حساب در سیستم باشه، نه تنها به حساب اجتماعی به حساب داخل گورنمنت، حتی سیستمای روزانه که به حساب کدام موضوعات تا بالا باشن میتونن که صدای خود درست به سیستم بلند به سیستم درست بلند کنن. اما بدبختانه یک موضوعی است که این خشونت بین بر خانم‌ها نه تنها در افغانستان است بلکه در کل دنیا است. ما فعلا در یک مملکت زندگی میکنیم که استرالیا first level of country but 2019
ما تقریبا 89 خانم در خشونت فامیلی از جنس مقابل مرد کشته شده. اینا آدم اگه فکر کنه بازم خانما ونروبل هستن، خانما بسابه ضرورت دارن سرشان کار شون. شک. واقعا که مشکلات بسیار زیاد است و به گفته شما اصلا حکومت افغانستان با حکومت استرالیا قابل مقایسه نیست، ولی در این سالهای اخیر در افغانستان هم خدا را شکر زنای بسیار روشن فکر، زنای فعال هستند که تلاش میکنه حقوقشان را بگیره. خانم انوری، شما گفتن در استرالیا یکی از کارهای شما است که حامی هستن بر خانمایی که در اونجا هستن افغان هستن، میشه بر ما بگین که چه کارا را انجام دادن، تا حال چقدر برشان فعالیت کردن، چقدر برشان خدمت کردن؟ اگه بر ما از بگین خوشحال میشیم. قسمی که بسابه در شروع مصیبه بسابه یاد کردم، ما 28 سال میشه که داستالی هستم، 10 سال میشه که به فعال مدنی به خانمای افغان و استرالیایی نسان افغان موسی کلچر که در مملکت داستالی زندگی میکنن سیتیزن استرالیا هستن. ما تقریبا تانستم از سال 2014 تا 2017 ما 600 خانم که در استرالیا زندگی میکرد در بین ملبورن، سیدنی، کوینزلند برشان وظیفه آماده بسازم و کوالیفایدشان کنم، برشان گریجویتشان بکنم از طریق کالج یونیورسیتی که اونا صاحب کار شوند و از خود خودکفا شوند. و الحمدلله من میبینم که نتیجهش امروز که خانمایی که دوران کمرای ما کار میکردن از سیستم بیگینینگ شروع کردن و امروز به بهترین خانه دارن، بهترین موتر دارن. چون دلیلش است که از خودکفا هستن، از معاش خود بسابه این چیزا رو به دست آوردن. اینال ما اینه میگه بسابه اکسپریانس ما بود که از او ماموختم واره کوشش میکنم خانمایی که در افغانستان است اکثرشان کار کنم. از مدت سال آخرای 2017 تا بال کار میکنم که چطور بتونیم خانمای افغان ما خود کفا کنیم، نه تنها به قسمت بزنس ایژوکیشن، چطور میتونیم های لیول ایژوکیشن برشان بتونیم که اونا بتونن در سکتورای خصوصی و دولتی با کانفیدنس خود کار کنن، نه تنها به حساب کانفیدنس از تجربه کار خود بگیرن، تجربه کوالیفیکیشن خود بگیرن. ما چطور بتونیم خانمای افغان بستری ماستری و پیشدی به استرالیا، اندونزیا، مالزیا، اندیا روان کنیم و دوباره پس به افغانستان بین تا بتونیم ثمریش در افغانستان به دیگه خانم و فعلا قهرمانه این خانم ها هستن که کار میکنن و اینمی پروژکت هاییست که ما بر افغانستان و استرالیا داریم و این 600 خانم که کار کردن این خانم های استرالیایی بودن. بسیار خوب. بانو انوری، میشه بر ما بگوینی که در این مدت که شما در استرالیا بودین چند بار آمدین به افغانستان و چی کارها را بر زنان افغان اینجا انجام دادین؟ ما در سال 2017 در افغانستان آمدم، برای 3 روز سفر رسمی داشتم. شاید در صفحات سوشال میدیا دیده باشین نشان که اولین خانم افغان بودم که از استرالیا ایژوکیشن استرالیا رو فول کردیت در کابل افغانستان آوردم. به 3 روز آمدم اونا رو لانچ کردم و همچنان تانستم که بعضی سیاسون و بعضی بسابه قدرمندهای دولت رو ببینم، همشون صحبت کنم و همراشون بسابه نظری خود چینج کنم که ما چطور بتانیم که در 5 سال آینده، 4 سال آینده ما تفاوت تحصیلی رو به خانما و نقش به جوانای افغانستان داشته باشیم، نه تنها خانما به جوانای افغانستان، چون اونا بسابه یک جنریشن آینده ما هستن. و بعد سو سفر دومی ما به سال 2019 بود، در مارچ بودن که آمدم افغانستان و بازم نتیجه از او سفر اول خود او وقت گرفتم و همچنان دکه پروژیکت های دیگر شروع کردم سرش و همچنان Women Empowerment Leadership در افغانستان بسابه به رسمیت خواستم که شناخته شوه و کار کنه. و الحمدلله ما امروز تقریبا 300,000 خانم در هر پروینس افغانستان ما داریم و بسابه کار میکنن و برشان سر افتخار میکنم. خدا کنه که ما بتونم امیر تا یک امرایشان تا آخره باشم، یک اونا امرای ما تا بسابه 10 سال آینده رو باشن که ما تفاوت چه بیدیم. چون این به موضوعاتی که ما کار میکنیم در 1 سال و 2 سال ما نتیجهش درست نمیگیریم، ما نتیجهش دولتی میگیریم که 5 سال یا 10 سال سرش کار شود تا یک دختر 16 ساله به سیستم درس خود شروع کنه، وقت اونا گراجویشن میشه یونیورسیتی میره و کار میکنه میبینیم که تفاوتش چی هست. بخاطر اینکه هیچ کار به یک روز نمیشه.
بانو انوری، 10 سال بعد زنان افغانستان را چگونه بررسی میکنین؟ آیا پیشرفت های خود داشتن یا خیر؟ اول ما که به سیستم سیاسی افغانستان باید فکر کنیم. وقت اگر سیستم سیاسی افغانستان به سیستم خدای نخواسته به پس رفت باشند، باشه که خانمای افغان اصلا به تابع عقب نمی بینند و اونا به پیشروی می بینند. ما خانمای افغان می بینیم که از 6 سال پیشتر چقدر تفاوت آمدن و تا بال چی تفاوت دستن و 5 سال آینده تا 10 سال آینده چی تفاوت میشه. این طبقه بندیست که هر 5 سال آدم میتونن تفاوتات ببینن. اگر ما می دموکراسی در برای خانم ما به توسط خود بساب ما تشنی سال هستیم، ما میخوایم در افغانستان یک صلح پایدار بیه و بتونن خانم ما یک نقش مهم در این داشته باشن. و اگر ما بساب بتونیم امی سکسس فلا و پروسیس پیس را درست پیش ببریم، خانم های افغان خانم های قوی هستن، خانم های با ذهن هستن و اونا میتونن یک تغییرات خاص بدن تا بینه میاده در کهرمانه اونا پیش میبرن و بساب ریسک بر خود گرفتن. اولین چیزش امی چند وقتی که میشه در میدیا ما میشنویم که بر کسایی که در میدیا کار میکنن یا ژورنالیست ها یا خانم ها چقدر تاکید میشه، اما قهرمانه بازم استاد میشن صحبت میکنن. ما بهشان افتخار میکنم، اما فکر میکنم مورال قوی دارن و اونا میتونن که بعد 10 سال آینده یک ثمره بسیار قوی رو به افغانستان پیش برن. اول یک چیز بسیار مهم شیست که فعلا در ملل متحد یک خانم افغان ما نماینده داریم. 5 سال پیش داشتیم می نداشتیم، اما فعلا ما داریم در ملل متحد یک خانم افغان که بین افغانستان به قهرمانی بلند کرده و نام خانم افغان یاد میشه پیشش. ما فعلا یک بانوی اول داریم، سابق نداشتیم. اگه بساب یک 30 سال پیش یا 25 سال پیش بساب یاد کنیم درست است، اما در ظرف 15 تا 15 سال بساب تفاوت آمده بود. وقتی که اینال فعلا بانوی اول ما بساب نمایندگی زنای افغان ما را میکنند، ما یک بساب خوب داریم که خانم ها پیش میرن بعقب نمیرن. اما اولین چیز ما است که خداوند یک صلح افغانستان بیاره و بتانیم که امی پیس نگوشیشن درست برن و خانم های افغان از این بساب بر نبانند. انشالله بخیر. تشکر از اینکه بر ما وقت گذاشتین. شب و روز خوش داشته باشین. تشکر. قربانتان. تشکر. سلامت. واقعا خانم بسیار فعال بود و این نشان میده که اگر زمینه مساعد شود، شرایط مساعد شود برای زنای افغان، برای بانوای افغان در هر جایی که باشن، اینا فعالیت میکنن، تلاش میکنن تا که بتانه حداقل سهم خود را در قسمت آبادی یک جامعه ایفا کنه. در افغانستان هم ما خواهانی هستم که شرایط و زمینه مساعد شود تا که تمامی بانوا بتانه استعداد خود را نمایان بسازه. گرچند که نام خدا دری آخر بسیار زیاد میباشه، ما خوشحال هستیم در هر عرصه، در عرصه ورزش، سیاست، فرهنگ، در رسانه ها، در همه جاها میبینیم که نام خدا خانم ها بسیار فعال هستن و خوشحال هستیم بابت این. میان برنامه بسیار کوتاه داریم عزیزا، در ادامه با موضوعات دیگری از سلام زندگی ما را همراهی کنید.